بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. محسن عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وقت همه شما بخیر. از الله متعال برای همه شما محسن عزیز صد سلامتی آرزو میکنم. خداوند متعال طاعت و عبادت همه شما را قبول و منظور کرده باشه و انشاءالله که روزهای بعد از عید را هم مثل ماه مبارک رمضان با کمال تقوا و پرهیزکاری انشاءالله همه ما توفیق بیابیم و سپری بکنیم. ما در درس قبلی، در درس سوم مبادی نظام سیاسی اسلام با هم صحبت کردیم، در ثقافت اسلامی نظام سیاسی اسلام. اتفاقا در اونجا گفتیم که نظام سیاسی اسلام بر اساس ده اصل استوار شده و هر ای اصل موجودیتش در یک نظام تقریبا سیمای اون نظام چهرش را به طرف اسلامی شدن میبره. اما طور که گفتیم او ده اصل از اولش از برتری قانون الهی آغاز میشد تا به استخلاف و تا به اقامه حکومت با هدف و اقامه عدل بین مردم و مساوات بین مسلمانان. ایده با هم صحبت کردیم و در جلسه قبلی مفصل رویش صحبت کردیم و حرفای در این مورد گفتیم. امروز انشاءالله در دو محور دیگه با هم صحبت میکنیم که او در پنج محور دیگه که از ششمین مبادی نظام سیاسی اسلام در اینجا تقریبا میشه یاد کرد. ششمین مبادی که نظام سیاسی اسلام بر او استوار شده، مسئولیت و احساس جوابدهی و پاسخگویی است. به این معنی که در نظام سیاسی اسلام یکی از بنیادهای بسیار کلانش اولش مسئولیت و احساس جوابدهی است. مسئولیت به این معنی که در نظام سیاسی اسلام حاکمان درجه اول الی ماموران درجه اخیر همیشان احساس مسئولیت دارند. اول احساس مسئولیت در برابر الله متعال، خالقی که در همه جا به علم و قدرتش انسان را میبینه و انسان از تمامی کرده هایش به پیشگاه الله متعال پاسخ ارائه میکنه و انسان در تاریکی و روشنایی، در ملا و در خلا از دید قدرت و علم الله متعال به دور نیست. اما طوری که خداوند متعال میفرماید که شما در هر جایی که عمل میکنین الله متعال شما را میبینه و شما را محاسبه میکنه. و در جاهای زیادی ایره میگه که الله متعال میفرماید که الله متعال بصیر است، الله متعال بینا است و یکی از صفات الله متعال بصیرت الله متعال است که انسان رو در هر کجای به علم قدرت خودش میبینه و هیچ عمل کرد انسان از دید الله متعال پنهان شده نمیدونه. بنان الله متعال از این هم پرسان میکنه از مسئولیتی که برای انسان داده شده، انسان اون آیا به شکل احسنش انجام داده یا نداده. حتما و خامخواه انسان از او بازخواست میشه و پرسان میشه. این مسئولیت اول در پیشگاه حضرت رب العزه که انسان پاسخ میگه و جواب میگه و هیچ چیزی از چشم از او به دور نیست و باید احساس مسئولیت بکنه. یعنی از جانب خدا مسئول است. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم یک روز ابو ذر غفاری رضی الله عنه برش گفت که ای رسول خدا صلی الله علیه وسلم، مرا در یک جای والی مقرر نمیکنی؟ ابو ذر غفاری رضی الله عنه از جمله یاران و عزیز و دوست داشتنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بود. در تزکیه و احسان و عبادات و اینها دست خیلی ها بلند داشت. پیامبر اکرم علیه السلام برش گفت که نخیر یا ابو ذر، به خاطر که تو ضعیف هستی، به خاطر که تو ضعیف هستی و قسم به الله متعال است که به هر کسی که
ما کاری را سپردیم و او حقش ادا نکرد، در روز قیامت در پیشگاه خداوند متعال پشیمان شد. در روز آخرت در پیشگاه خداوند متعال پشیمان شد. گفته میشه که بعد از این ابو ذر غفاری رضی الله عنه حتی امی سهم یتیما را که برش میدادن که می تقسیم کو، میگفت من ضعیف هستم. مرا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفته که تو ضعیف هستی و ما بادا که در حق امی ایتام بی عدالتی صورت بگیره، مرا معذور بشمارین و اسما بگذارین. و تا با آخر این جمله را میگفت که ابو ذر ضعیف است. منظور این نقطه است که وقتی ابو ذر رضی الله عنه یا ابو ذر با او تزکیه و احسان و جایگاه بسیار بلندش خودش را ضعیف معرفی میکنه و پیامبر علیه السلام را ضعیف میخوانه، حالا سوال است که کسایی که امروز امارت میخواهند و حکومت میخواهند و به اصطلاح پادشاهی مکنت میخواهند، خب اینا دیگه واسه از این خاطر نقطه بسیار مهم اساسی و کلیدی ای است که در اسلام کسی که خودش مسئولیت میپذیره یک امر مبارک نیست. البته استثناءات داره، مثلا در یک جای شما میبینید که هیچ کسی نیست که بهتر از شما کار انجام بده. در این طور یک حالت دیگه شکی نیست که باز وقتی شما میبینید که کار بهتر و خوبتر انجام داده میتونید، حق او موضوع را ادا میکنید، باز در اونجا دیگه مسئله فرق میکنه. صورت مسئله در اونجا باز شما میتونید که مطرح کنید که بله من همین کار انجام دادم میتونم و هیچ مشکلی انشاءالله نیست. اما در صورتی که میبینید از شما که انسان فهیمتر و دانشمندتر وجود داره، متخصصتر وجود داره و کار بسیار به شکل درست و خوبشش انجام داده میتونه، باز در اونجا به شما لازم نیست. و پیامبر علیه السلام کسی که خودش یک وظیفه را بخواهد، یک جایگاه را بخواهد، میگه ما بر از او نمیتیم، برش نتیم. چرا؟ به خاطر که الله متعال او را حمایت نمیکنه، او را به حال خودش میگذاره. اما برعکس در صورتی که باز برای کسی داده میشه و او نمیپذیره، باز او وقتی برای بالاست تحمیل میشه و کار یا مسئولیت و او قبول میکنه، به فشار را باز برش سرش می قبولانن، باز او حساب شداست، او الله متعال باز حمایت میکنه. چرا؟ به خاطر که انسانی که خودش تشنه قدرت باشه، شهوت قدرت بر از هر شهوت دیگه است. وقتی که این خودش او را بخواه، باز در اینطور یک حالت دیگه او طبیعی است که وقتی به قدرت برسه امیال و خواسته های شخصی و نفسانی خودش را تعمیل میکنه و هیچ خیری و به اصطلاح فضل باز برای پایین ها برای زیر دستانش نمیرسه. هر طوری که خواست باز امور قم اسب خودش را میدوانه و چابک سواری میکنه. مسئله بسیار مهم امیست که اولین چیز احساس مسئولیت در برابر خداست. چرا؟ الله متعال ما را محاسبه میکنه، از تمامی عملکردهای ما میپرسه. و اون حدیث ابوذر را براتون خواندم که هر کسی مسئول ده نفر شد، حقش ادا نکرد، در پیشگاه خدای رب العزت در روز قیامت او پشیمان شد. این حرف ساده نیست، حرف بچگانه نیست. یعنی عقل سلیم امیر حکم میکنه که یک کسی مسئولیت یک نهاد داشته باشه، مسئولیت یک وزارتخانه را داشته باشه و مسئولیت یک کشور را داشته باشه، باز او از کل از این مسائل غافل باشه. یکی چقدر نفر کشته میشه؟ هیچ، حالا میشه دیگه، در حکومت داری گپا میشه، مردم کشته میشه. خب چقدر مردم بناحق بندی هستن؟ خب میشه دیگه، این گپا را داره در نظام دیگه، تو خب نظام و مری خونه است. خب صحیح است دیگه، چقدر مردم گرسنه هستن، خود دلشان دیگه فقر خود ما ناوردیم، 50 سال میشه این مملکت جنگ از دیگه فقر آمده. خب بیکاری و غرق شدن جوانا و بیدین شدن مردم، این گپا ما چه ارتباط داره؟ نه خیر، این متوجه باشیم، قسم به الله است که اگر خون یک نفر بنا حق در سر سرکار ریخته شود و ما میتونستیم جلو و خون میگرفتیم و ما او به اصطلاح آدرس هایی که خون میرزان اونها را شناسایی کرده میتونستیم، از بین برده میتونستیم، یا همی کارا به خاطر از این میشه که من حکومت میدانم پیدا بکنه، در روز قیامت ما مورد بازخواست خدا قرار میگیریم. همون یک ضرور مسئله بسیار زیبای پشتوس میگه وار بشه خبر بشه، اونجا که رفتی باز خبر میشه میفهمی. آره شو سر قیامت و سر خدا و پیغمبر علیه عزبالله چه خبر نباشه یک فردی که در رس یک کار بزرگ قرار داره، اما متوجه باشی که تو بخوای نخوای مستفید میشی، تو بخوای نخوای مرگ به سراغت میآید. ای کافر، مسلمان،
هر انسانی به مرگ باور داره. خب ممکن بوده که ما دی وقتا نمیمورم، ولی نمیگه که مرگز نمیمورم، حتما میگه مرگ میایه. شما با ترامپ هم که بگوین روز میموری، میگه بله حتما مرگ میایه. ممکن با وجود خدا ایمان نداشته باشه، ولی به ایمان داره که مرگ میرسه. خب اما تو که مرگ میرسه، بازخواست هم میرسه. این خلاف قاعده عقلی است. دین خوب بگذار، نقل خوب بگذار، وحی خوب بگذار، که یک کس در رأس یک کار باشه و دو تغافل بکنه و با او رسیدگی نکنه و در پیشگاه خدا محاسبه نشه. نظام الهی نظام عدل است. این خود نظام انسان ها نیست که حتی خواستن باز به پیش برود. از این جهت اولین ششمین بنیادی که اسلام میگه او احساس مسئولیت است در برابر الله متعال، در برابر چرا قرآن کریم قل اعملوا فسیر الله عملکم، عمل بکنین که خدا عمل شما را ببینه، پیامبرش عمل شما را میبینه، مؤمنا عمل شما را میبینه. شعار نتین زیاد، شعارهای بلند و بالا را بگذارین، عمل کنین و احساس جوابدهی، احساس جوابدهی به این مسئول دو مان در برابر مردم. خب ما در برابر مردم مسئول، آمرین خود مسئول هستیم، اصلا چه کار انجام ندادیم؟ احساس مسئولیت است. حضرت عمر رضی الله عنه در هر سال که میشد در موسم حج، باز تمامی حجاج که از هر جا آمده بودن یک روز جمع میکرد همشان، باز برای اینا صحبت میکرد، در خطبه آخری با برشان میگفت که تمام حکامش هم میارد میگه فیج استاد چه بید. بعد میگه فین آقا از یمن است، یا آقا از سوریه است، این آقا مثلا والی ای کشور است. میگه حالا کسی در مورد از اینا حرفای برای گفتن داره، انتقاد داره، شکایت داره؟ اگر کسی میداشت مطرح میکرد، بعد یا آقا رو میگه که بیاین جواب بده، بازو استاد میشد جواب میداد. یکی از والیاش از تو مرد گفت که یک کسی شکایت کرد، گفت بله من شکایت دارم. گفت بگو صاحب، گفت شکایت ما ایست که روزای جمعه که میریم ایما را نمیبینه، روزای جمعه دروازش بسته است بروی مردم، کسی که مشکل می داشته باشه. حضرت عمر گفت بیا جواب بده، چرا روزای جمعه بسته است؟ او گفت ما نمیخوایم برست عمر گفت که جمعه را بر شما بگویم، ولی آره شما مرا مجبور ساختین، مجبور هستم که بگویم. گفت بگو. گفت من صاحب یک جور لباس دارم و ما روزای جمعه که میشوه معمولا غسل میکنم و همی لباس های خود میشورم. حالا وقتی که این لباس را میشورم، این باعث میشه که فرصت نشوه که ما دوستا را بتانم ببینیم. من دیگه لباس ندارم چون خودم برهنه میباشم. از اون خاطر تاکو خشک میشه و ما آمادگی بر رفتن نماز جمعه را میگیریم و اینا. گفت که دوستا شکایت دارن که گویا ما اونها را نمیبینیم. از اون خاطر گفت اینطور نیست، اگر نه ما حتما در خدمت مردم خود خواهم بود. در این نشان دهنده احساس مسئولیت است که حضرت عمر رضی الله عنه از زیر دست خودش پرسان میکنه که تو چرا در روز جمعه مردم نمیبینی و ملاقات نمیکنی برای کسایی که میان به تو مراجعه میکنن و مشکل خود برای شما کم از کم میگن. یا هم در جاهای دیگه، مثلا عمر رضی الله عنه برای یک ولایتی اونجا فقر آمده بود، نامه روان میکنه و از اونا میخواه که نام تمام مستحقین خدا لست بکنن و بفرستن. در رأس نام حاکم نوشته میشه، نام مو والی نوشته میشه. بعدش وقتی که نام والی نوشته میشه و والی ده میارن، بس از او باز اینا میبینن که نام والی در رأس هست. نامر میگه که ما بر شما گفتم که نام مستحقین دانه بیارین، شما نام والی دانه نوشته کرده. میگه قسم به خداست که والی ما فقیرتر و بیچارتر از ماست. اگر کسی مستحق باشه، اولش همین والی ماست که در امون ولایت ما زحمت میکشه، ولی ما زندگیش خبر داریم، حتی ماش خود در میان مردم شریک میکنه. و ما تقاضای ما از شایی است که لطفاً به او رسیدگی بکنین و به او کمک بکنین. حالا سوالی است که این گونه احساس مسئولیت بود، یا مثلا احساس مسئولیت کردن و جوابدهی. وقتی که عمر رضی الله عنه در رأس حکومت آمد، برای مردم گفت که ما در خدمت شما هستم. چندی گذشت که عمرو بن عاص که والی حضرت عمر در مصر بود، بچهش در مسابقه اسب دوانی یک کس را میآید که از او که پیش میشه، یک یهودی یا مسیحی نصرانی، بالاخره او شکایت میاره و بچه عمرو بن عاص با شلاق به سرش میزنه. او مستقیما به دارالخلافه پیش حضرت عمر میآید و شکایت میکنه.
حضرت عمر نگاه میکنه و پیام روان میکنه که تا روز جمعه هرچی عاجل به اینجا خدا برساین که با شما از نزدیک دیدار دارم. اونها میآیند. وقتی که میرسن پیش حضرت عمر رضی الله عنه میرسن، بعد میبینن که روز جمعه خلاص میشه. حضرت عمر از این نصرانی تقاضا میکنه که بلند شو و یه حرفا رو بگو. اون نصرانی میخیزه میگه بچه از مسابقه من از این پیشی گرفتم و به سرم زد. حضرت عمر رضی الله عنه میگه چرا؟ او به جواب میمونه. بعد چوبی که داشت شده میته میگه بزن به سر بچه والی. او هم میایه و به سر بچه والی امر به ناس میزنه. حضرت عمر رضی الله عنه باز از اون نصرانی میخواه که برای پسر امر به ناس با چوب بزنه. او وقت میزنه بعد میگه بزن به فرق پدرش هم بزن. و او میگه که مرا تنها پسرش زده بود. میگه نه ایره هم بزن که بدانه. و بعد باش میگه که شما از چی وقت مردم مزدورتان گرفتین یا غلامتان ساختین، در حالی که اینا را خداوند از مادرهاش آزاد با دنیا آورده بود. یعنی امر به ناس نابغی سیاست اسلامی میگن، یعنی از والیان هوشیار زمان خلافت بوده، انسان دانشمند با خیلی با ابتکار و خلاق، در این حال هم در عرصه نظامی آدم پیشتاز و هم در عرصه سیاسی که در عرصه اداره و مدیریت که امروز میگن، در عرصه مدیریت یک ولایت بسیار کلان، یک مملکت بسیار بزرگ که امروز به نام مصر است و با او همه دبدبه رهبریش کردن میتوان، مرکز فراعنه دنیا. همین قسم، یعنی این احساس مسئولیت بود در برابر یک هموطن غیر مسلمان به عنوان یک انسانی که بناحق در مسابقه دین مطرح نیست. دیگه تلاش انسان است. قرآن میگه لیس للانسان الا ما سعى، از برای انسان تلاش است، از برای انسان کوشش است. خب انسان باید تلاش کنه، انسان باید کوشش کنه و انسان باید زحمت بکشه. خب بالاخره حالا یک نصرانی پیش میشه، از کجا باید یک کسی که بچه به اصطلاح شرفزاده است بیا و فرق مردم بزنه؟ اول احساس مسئولیت کرد و احساس جوابدهی و یعنی هم انسان باید بدانه که من پاسق گوستم، من واجب الاحترام غیر مسئول نیستم. که احترام من واجب باشه، دستهای من را ببوسن، پاهای من را ببوسن، القاب بزرگ بزرگ برای من بتن، ولی من هیچ مسئولیت نداشته باشم. اینطور خانه میشه. مسئولیت و احساس جوابدهی یک اصل است در نظام سیاسی اسلام. حاکمان باداران مردم نه، بلکه خادمان مردم هستند. اینا باید به این نتیجه برسن، به این فکر برسن که اینا باید در خدمت مردم باشن، نه اینا بالا دست مردم باشن و هر طوری که خواستن به اصطلاح انجام بدن. اینطور نیست. بنان یا باید بدان که خادمان مردم هستن، نه باداران مردم. حکومت امتیاز نه، بلکه مسئولیت است. این حرف دیگه است که یک امتیاز نیست که برشان رسیده باشه، بلکه یک مسئولیت است و یک مسئولیت بسیار بزرگ و خطیر که از این پرسیده میشه. امتیاز نیست. حکام به هر کار کردشان پاسخگو هستند. حضرت عمر رضی الله عنه آمد در زمان خلافت خودش تکه بر کل صحابه داده شده بود، بر ازی هم تکه داده شد و حضرت عمر لباسش دراستر بود و قدشان بلندتر. یک صحابی دید که این تکه بسیار کم بود و این براحتی چپن با این بزرگی نمیشد. آمد پرسان کرد که شما امیر از کجا گرفتین چپن تانه؟ حضرت عمر گفت که خب برای ما تکه داده شد. گفت نه، این تکه که برای ما داده شد برای همه یکسان باید می بود، شما زیاد گرفتین. گفت نه، ما از پسر ما گرفتیم. عبدالله را صدا کرد. عبدالله ابن عمر گفت بیا به جواب بده. گفت که برادر، برای ما هم تکه داده شده، برای پدرم هم. من سهم خود برای پدرم گذاشتم که پدرم امرای بسیار سفیرهای خارجی و نماینده خارجی مذاکره میکنه و ملاقات میکنه، از اون که لباس منظم تر برش باشه که خلیفه مسلمان هست، من سهم برای پدرم دادم. من میبینی که به جارم نیست، من به تکه لباس ندارم. و صحابی گفت سهش، یعنی مردمی از لباس شده که از کجا کردی؟ حالا مثلا شما هر چیزی گیره که بیان، مردم حق پرسیدن دارن، حق سوال کردن، انتقاد کردن دارن. نمونه علمیش اینمی زمان عمر رضی الله عنه است. مسئله دیگه شوراییت است. یکی از مبادی دیگه نظام سیاسی اسلام او شوراییت است. شوراییت به این معنی که در نظام سیاسی اسلام تماما امورات بر اساس شورا و پیش میره، بر اساس شورا و پیش میره. یعنی گفتگو میشه، مذاکره میشه،
مناقشه میشه، صحبت میشه، یک موضوع خوب باز میشه، تجزیه میشه، تحلیل میشه. تمامی اعضای شورا که از اصحاب کبار بودن و فعلا هم اگر شورا باشه باید بهترین علما، بهترین دانشمندا، انسانهای خبره، کسایی که صاحب نظر هستن، اینها در اونجا می نشینن و جواب میگن و پاسخ میگن و اینا نمیتوانن که از همه ای مسائل مبرا باشن. اینها پاسخ میگن و میگن که بله، شورا در شورا مشورت باز اینا به یک نتیجه میرسن و کسی که در رأس نظام سیاسی اسلام است، او آدم استبداد را نداره، آدم خودکامه نیست، از نقد مبرا نیست، او را برش مشوره میتن که نمی کار اینه می رقم میشه. قرآن کریم میگه که وقتی که شما توکل کردین، مشوره کردین در یک کار و کلگی نظرش در یک کار شد که امی عمل این قسم انجام میدیم، یا در برابر اینه می گفت اینه یک کار شود، وقتی نظر اکثریت علما و اینا امی بود و این خلاف شریعت هم نبود، باز به او عمل شود. چرا؟ به خاطری که قرآن هم میگه که وقتی که مشوره کردی باز دیگه توکل تا به الله بگو، باز دیگه تو دل نباش، انجام بده عمل با خوب اونطور یک قلب مطمئن. از این خاطر در امروز میبینید شوراها چه قرضش دارن. چرا پارلمان ها بسیار زیاد بیشترین مصارف دارن؟ پارلمان ها علتش معلوم است، به خاطر از اینکه در پارلمان شورا وجود داره، فرکسیون های مختلف وجود داره، تیم های مختلف وجود داره، افکار مختلف وجود داره، تضاد افکار وجود داره. اینا یک مسئله را خوب میکنن، خوب صحبت میکنن، مشوره ها گرفته میشه، باز او را به خیر مردم میدانن، باز این میرقه. در حالی که ما در اسلام حتی از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم میگه که تو با اصحاب مشوره کن. الله متعال در مورد خلقت ملائکه هم مشوره میکرد، از اونام خواست که آیا میتونه یک موجود را خلق میکنم؟ گفتن که اگر بحث عبادت باشه ما در خدمتیم، ما تو را به نیکوی یاد میکنیم و تقدس میکنیم، اما اگر چیز دیگری باشه که ما نمیدانیم کدام حکمت دیگری بوده باشه. آیا الله متعال گفت که نیعلم ما لا تعلمون، ما چیزی را میدانیم که شما نمیدانیم. علما میگن اصلا مدرک کردن این موضوع به صحابه چی فلسفه داشت؟ میگن بله، فلسفهش این نقطه بود که تا یعنی مشوره کردن را به اصطلاح آموزش میده. قرآن کریم یک حکمت شمی بوده که ما انسان ها باید مشوره بکنیم. از حتی سوری در قرآن کریم به نام سوری شورا گذاشتیم. نمونه های از این ما چندین جای میبینیم، مثلا از اون جمله نمونه های بسیار کلان امی شورا را میشه که در زمان خود رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم آدم مطالعه بکنه. در زمان پیامبر گرامی اسلام، زمانی که بحث بدر مطرح میشه، در جنگ بدر، در جنگ احد، حتی در جنگ خندق، پیامبر علیه السلام مکان و جنگ جای دیگه انتخاب میکنه. اما صحابه میگن که آی رسول خدا، اگر این نظر، اگر این کار شما وحی باشه، یعنی امر الله و پیامبرش باشه، ما حرفی نداریم، اما اگر این می به اصطلاح نظر شخصی و انسانی شما باشه، ما همینطور جنگ در جنگ ها تجربه داریم که در پیش روی خانه جنگیدنی باعث میشه که اگر ما مغلوب شویم اونا به سر خانه های ما برن، اطفال ما را از آزار بکنن. بنا نظر ما این است که همین جنگ پیش جاهای بدر میبریم، هم آب سرشان بر میکنیم، هم راه سرشان قطع میکنیم، هم شریان اقتصادی دشمن همونجا قطع میشه، همونجا سر راهشان را میگیریم، کمین میزنیم و با هم میجنگیم. اگر اونجا ما موندیم پروانه میکنه، اونا موندن پروانه میکنه، اما اگر اینجا طفلای ما باشه و خانمای ما اینا بوده باشن، اگر سر از او حمله بکنن روحی ما ضعیف میشه، ممکن ما این جنگ را خوب ادامه داده نتونیم. پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم این نظر شخصی من بود. همین یکم در احد، همین یکم در خندق، در جاهای دیگری مثلا از او جمله مشوره صلح حدیبیه است. صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم رضی الله عنهم اجمعین میان به حج. وقتی که میان، خلاص قبل معاهده امضا شده که ما مسلمان ها میایم مراسم حج انجام میدیم، دوباره به مدینه منوره برمیگردیم. وقتی که میاین، اهل مکه، مشرکین مکه مخالفت میکنن. پیامبر علیه السلام که با شما که معاهده امضا کرده بودیم، شما چرا سر وایتون ایستاده نیستید؟ اونا میگن خب نمیگذاریم که بریم. وقتی پیامبر علیه السلام را صحابه مشوره میکنن، صحابه میگن که خب اینا خو وعده شکستاندن، خلاف وعده کردن، دیگه بیان که برویم، اگر جنگیدن بجنگیم. حضرت عمر میگه رسول خدا، آیا ما بر حق نیستیم؟ میگن بر حق هستیم. آیا اینها وعده را نشکستانن، خلاف معاهده عمل نکردن؟
کردن. خب اینا مقصر نیستن، هستن. آیا ما مسلح با شمشیر نیستیم؟ هستیم. خب حالا چطور می بیننگی تاریخی ده ننگ تاریخ را کجا بریم که شمشیر را به گردن ما و بریم برای ما گفت که ساعت شما خوب بود، شمشیرتان به گردنتان بود و دوباره شما برگشتید. خب که نمیشه رقم پیامبر صلی الله علیه و آله گفت که حکمت الهی همی است که ما با اینا نجنگیم. خیلی فرصت های دیگه است که از دست میره با جنگیدن با اینها. ما مصروف این جنگ نمیشیم. و صحابه یک مقدار احساساتی عمل کردن و میگفتن که بریم با اینا یک طرفه کنیم. از گذشته هم خود اینا بسیار اذیت کرده بودن صحابه پیغمبر اینا را. اینا حضرت پیغمبر آمد به داخل خانه و ام سلمه رضی الله عنها همراهش بود. برای او گفت که یه طور یک قضیه شده. او برش گفت که پروا نمیکنم، شما براین امو حیوان تانه گوسفند تانه ذبح بکنین و موهای سر تانه بتراشین و به سر شطور تان سوار شوین و روانی به صلاح امی مدینه شوین. ما گفت هیچ چیزی نگوییم، من باور دارم که همه اصحاب دنبال شما می آین و هیچ مشکل نیست انشاءالله. وقتی که پیامبر علیه السلام این مسئله را شنید، امیر قم کرد، رفت سر مبارک شتراشید، حیوانش را ذبح کرد و به سر شطور سوار شد، راهی مدینه شد. صحابه گفتن که جالب، حال ما خامده بودیم که در اینجا رضای خدا پیغمبرش نصیب ما شود، اما در اینجا می‌بینید که پیغمبر رضایت به جنگ ندارد. در این حکمتی وجود داره، این خرابتش با آسمان وصل هستی برای پیغمبر علیه السلام وحی میشه، همین به خیر نیست. وقت رضای خدا و پیغمبرش در کار نباشه، ما دیگه چی میخواییم؟ اینا برگشتن از پشت پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم رفتن. یعنی مشوره خانم با بصیرت و هوشیار و همسر پیامبر علیه السلام باعث میشه که اینا از یک مشکل کلان رای بیابن و بعد الله متعال او را فتح مبین یادآوری میکنن. اینا را میگه فتح مبین، یعنی این حرف ساده و بسیده نیست که ما را در نظر نگیریم. شورا در قرآن کریم در تمامی، حتی در امور خانوادگی، در امور اقتصادی، در امور اجتماعی، در هر کار، البته یک چیزی که باز بسیار مهم است، صاحب مشورت بشناسید، اهل رأی بشناسید. مثلا اگر یک کسی ما مشوره صحیح داریم، باید با یک دکتر بسیار موفق مشوره کنیم. باز اگر ما یک کار ساختمانی داریم، با یک انجینر موفق مشوره بکنیم. و اهل شورا بسیار زیاد مهم است که در نظر داشته باشیم. یکی از مواردی که مطرح کردیم و اهل شورا بود که متاسفانه امروز در کشور ما یا در سایر کشور اسلامی به این مسئله جدی نگاه نمیشه. یعنی با کسای مشوره میشه که اهل مشوره نیستن. حتی در امورات دینی مثلا شما امروز الحمدلله میبینید در هر جای دنیا اسلام تخصص شده. مثلا یک کس در فقه اسلامی تخصص داره، یک کسی مثلا در تاریخ اسلام تخصص داره، یک کسی در سیاست اسلامی تخصص داره، همین رقم در بخش های مختلف افراد تخصص دارند. ولی ما یک کسی که ملای ابتدایی هم باشه او را متخصص دین حساب میکنیم و خیلی سوالات بلندی که نیاز به تحقیق بسیار زیاد دارند میم از اونا مطرح میکنیم، در حالی که حق ما نیست و درست نیست و نباید چنین کاری صورت بگیره. و اونا هم به محابا میگن مشوره میدن. حتی در اصل طب شما پیش یک دکتر عقلی هستی برین مشکل گلون تان مطرح کنین، حتما بر شما یک دوای میتگ آنتیبیوتیک ری برتون میده، در حالی که او نیازمند نظریات یک متخصص گوش و گلو بینی است. یعنی این رقم در کشور ما شاید کار نجار یک فلسکار بکنه و کار یک فلسکار معلم بکنه و کار یک معلم شاید انجینیر دکتر بکنه. ای در کل کشور اسلامی همین اصل شاید سالاری که میگن معنیش همیست که هر کس باید در جای خودش و در مشوره گیری هم به میشکل است. در پارلمان ما به نام مجلس شورا آریانا سعید آورین عضویت بتین خوچی میکنه بچاره، خیلی رقص و نمیتونه کارهای روزبیگری خود چیزی را بلد نیست دیگه، او چی بکنه؟ یا در شورای ولایتی کابل یک کس را به نام دستاری افغان به نام نمیفهم فریده چه قسم بود او را برده بودن در اوجه، خوب بچاره چی بکنه؟ یک رقاصه خواننده ای که حتی رسالت هم نداره، یک آدم بیمسئولیت، یک آدم هرزه، او برای حتی درست کرامت زنهای خوب و نیک و با عفت بوده باشه.
شما مثلا برن امینا رو مشوره بدید، رئیس پارلمان بسازین امینا رو، چی کنن؟ شاید از هر لحاظ خوب باشن به نظر بعضی ها، حالا چی کنه مثلا آرون سعید رئیس پارلمان افغانستان خود چی کنه؟ بیچاره او هنوز حرف زدنش نمیفهمه. یک جمع بزرگ یک در دنیا نه تنها مسلمان ها، مسیحی ها حجاب میکنن، یهودی ها متعصب تر از دیگر ها هستن در حجاب. همه گیره گفت که شما نوخر نو مردار بوی میتین، خلاص هر کسی که لباس پوشی تو بوی میته، اما خودش که شب و روز در روزپیخانه سپری میشه او باز هیچ، او پاک است دیگه، مقدس است. میبینید؟ یعنی ورن تقلیب و حقیقت که میگن، تقلیب و حقیقت و معناش همین نقطه است. شما او را سفیر ساختن در وزارت صحت عامه، سفیر افغانستان نمیفهم در کدام بخش است سفیر ساخت. خوب چی کنه بیچاره از برای خدا؟ چرا این رقم توهین میکنه یک ملت بزرگه؟ یعنی او را بگن که آدم چی رقم برقصه، یکار وقت کشتی های رقص سرش آمد چه خوب رقاصه شما یک آدم، این دوری سوال ها رو بکنیم. او بیچاره چی رو بفهمه که بیا در مورد صحت صحبت کنه، با در مورد سرطان صحبت کنه، یا در مورد HIV صحبت کنه؟ این طوری، یعنی خواهی نیه طوری یک مشکل است. شورا یک اصل است، یکی از بنیادهای بسیار کلان، از مبانی بسیار کلان، از مبانی بسیار بزرگ در نظام سیاسی اسلام است. امورات نظام به اساس شورا به پیش برده میشه، نه به اساس استبداد رای حاکم. داستان علی رضی الله عنه در امری که احکام قرآن و سنت وجود نداشته باشد، گفت که چی کنم؟ گفت مشورت کنید. از علی رضی الله عنه که پرسان کردن، گفت که در احکامی که قرآن کریم و سنت پیغمبر وجود نداشته باشد چی کنیم؟ یک والی برش گفت، او گفت که مشورت کنید. خود پیغمبر علیه السلام برش گفت مشوره کنید دوتو مارد. چرا؟ اصلا شورا در اسلام بسیج خرد جمعی است، بسیج خرد جمعی است. وقتی که جمع میشن نظر میتن، باز او مسئله دیگه مشخص است. حرف دیگه احساس امانت بودن بیت المال است، یعنی به این معنی که بیت المال همش امانت است. یک کسی که در رأس نظام سیاسی اسلام قرار میگیره باید بدانه که همین ها امانت الهی است، حتما و خامخا از این پرسیده میشه، از این بازخواست میشه، در مورد از این جوابگوست، باید احساس مسئولیت بکنه در برابر امانت هایی که در اونجا از بیت المال برش گذاشته میشه. همه امکانات دست داشته را امانت الهی بدانه که به نزد حکام است. مردم یک کشور امانت الهی است، از این قوای بشری در جنگ استفاده نکنه، کلش نکشه. امراضی که میاد برابر از یا به می شکل در شفاخانه افغان ژاپن میگن که بعضی مسافرها را تا کشتند، این سر صداهای وجود داره، اینگاه حتی ویدیوهای دست به دست شده که یعنی اوج حاکی از این مسئله است. شاید دقیق باشه یا نباشه، خب بیغوری زیاد است دیگه. این پولایی که به این نامامه چقدرش مصرف شد، در حالی که میبینید همه گیره گرفته و کل کمک دولت فقط 4-5 دانه نانی بوده، گورم یک روز میتن یک روز نمیتن. احساس یعنی ملت یک کشور سرمایش است. نفوس امروز در دنیا هر قد جمعیت بیشتر باشه، از لحاظ اقتصادی با پیش هستی، از لحاظ نظامی با پیش هستی و امکانات انسانی زیاد داری. سرمایه پول، مثلا نفتی که شما دارین، طلایی که شما دارین، یورانیمی که شما دارین، لیتیمی که شما دارین، همه این چیزهایی که شما دارین، اینها مال ملت است. سرزمین شما، اینمی خاک، اینمی کشور، چهار فصل، آب و هوای خوب، آب بسیار کافی فراوان، زمین خوب زراعتی. برادرای که از لغمان هستن از طرف جنوبی و میگن که استاد، میگم هیچ ما بیکار نمیمانیم که امکاناتش باشه. میگه یک فصل تیر میشه که وقت از او که خلاص شد باز کدو میکاریم، از کدو خلاص شد باز گلپی میکاریم، خلاصه تا می آخر زمستان گفت ما بیکار نیستیم، حتما بادرنگ و مثلا کاهو و بادرنگ یک چیز گفت ما میکاریم، بیکار نیستیم. یعنی دم چهار فصل گفت ما چهار حاصل میگیریم الحمدلله، این یک لطف الهی است. اما تو یک سرزمین امروز لغمان و هرات ما بهترین زعفران دنیا را کشت میکنه، هرات و لغمان. یعنی امروز چیز قیمت ترین کالا هم امروز همین زعفران و همین زعفران ماست، ولی متاسفانه این به عنوان سرمایه دیده نمیشه، نگاه نمیشه. آب ما سرگردان به طرف هم تو مفت رایگان به پاکستان و ایران میره، خود ما از تشنگی میمریم. رومی ایران ما در زمستان با چارک 400 افغانی میخریم، خواست برای خدا. چرا؟ میوه خود ما گندیده میشه، دگرها میخرند پس سر ما در زمستان میفروشند.
پیاز خود ما را میخرند میبند صد خانه نگاه میکنند در زمستان پس دو برابر سر خود ما میفروشند از برای خود. چرا؟ ما در کشور خود ما لبنیات را چکه و ماسه از ایران میخریم. دیده باشه در ما بوتال های بسیار کلان کلان کوه موسه آبش بالا مانده و موادش پایین رفته بازور شربت استفاده کو چقدر زده مواد به اون میخوره ترکیب مواد کیمیایی تا یه نگاه میشه تا یه میو چقدر وقت باید دکان کوچه ما میمانه باز ما استفاده میکنه. منظور ما ایست که تمام این داشته ها امانت الهی هستند، همین ها امانت الهی هستند. حاکم باید بدانه که در برابر این امانت های الهی روز پاسخگوست و جوابگوست. خیلی خوب، نهمین مبادی اسلام اطاعت در معروف است. اطاعت در معروف به این معنی که تماما ملتی که زندگی میکنه، جمعیت و کشور، نفوس و کشور مکلف است که باید وقتی که برشان یک امر خیر امر میشه، حکم میشه، باز اینا باید قبول بکنن. اما در که دولت هم وظایف بسیار مهم را داشت، ملت هم باید داشته باشه، همکار باید باشه. یک ملت باغی و یاغی و گب نشنو نباید باشه که دولت برشان میگه که مثلا این مورد به خاطر بهبودی کشوری کار را بکنن، بارو ما کار ما سر دولت خبر نداریم. اینطور جزیره های قدرت و پخپلسری یک جامعه را به طرف تباهی میبره. احساس امانت بودن بیت المال این بسیار زیاد مهم است که ما باید ایره بباشیم. اطاعت در معروف ایره باید داشته باشیم. چرا پیغمبر علیه السلام میگه لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق؟ اطاعت فقط در کدام جای نیست؟ در جایی که حکم خلاف شریعت باشه، در او معصیت بوده باشه. اما اگر معصیت نباشه، امر حکام را که در روشنای شریعت باشه و به خیر مصلحت کشور باشه و ملت و امت باشه، باز هوج ما مکلف هستیم که باید در خدمت دولت خود قرار بگیریم، دست به دست هم دیگر بتیم و بر ساختن یک کشور و یک نظام کار بکنیم. هیچ نظامی بدون همکاری ملتش، بدون همیاری مردمش به پیش رفته نمیتونه. پس اطاعت از اوامر حکام در صورتی که خلاف شریعت نبوده باشه، در هر مجالی واجب است و باید ما مد نظر داشته باشیم و او را رعایت بکنیم. خیلی از وقتها متاسفانه بحث بسیار مهم همین نقطه می باشه که در کشورهای بعد از جنگ، در کشورهای که غربی ها را جهان سیام میگن، معمولا یک نگاه همیست که مطرح میکنن که گویا این افتخار پنداشته میشه که افراد یک دولت یا ملتشان مردم های قانونگریز باشن، زورگو باشن. نه، این نشانه تمدن نیست، این نشانه نشاندهنده یک فرهنگ خوب نیست، این به اصطلاح نشانه یک ملت ایدئال، یک ملت هوشیار، یک ملت ذکی نیست، بلکه نشانه چقدر مردم ما، مردم از او کشور مردم ضعیفی هستند و که به اصطلاح از لحاظ مشکل دارن و این عقب‌ماندگی اخلاقی و اجتماعی است که باید به درمان از این کوشید. درست است که حق را در برابر حاکمیت آدم باید بگوید، حق باید بگوید، با کمال جرأت بگوید، ولی که سرش به خطر باشد، بگوید که اینمی کار جنایت است، اینمی کار نباشیدنی است و یه درست نیست و یه خلاف است. اما یاد ما باشد که باز در جایی که معروف است، باز اوج خود این خود گناه است، این گناه کبیر است. اما در گفتن سخن حق در برابر پادشاه ظالم جهاد اکبر و جهاد بزرگ است. یاد ما باشد که باز با اون پیمانه اطاعت کردن از حاکمی که دستور خلاف شریعت نمیده، باز عمق اجر بزرگ جهاد اکبر است. این طرف این پهلوش هم باز بگیریم در حدیث، یعنی اما قرار که ما از اینا انتقاد میکنیم و برشانه یا باز مسئولیت هم داریم. وقتی که اونا در یک کار خیر امر میکنن، مثلا بر ما گفته میشه که افراد کمیت هم مختل میکنن در کوچه و بازار، نشاندهی بکنیم بر ما گزارش بدیم. ما خوب میفهم که همسایه ما آدم مخدر فروش است، آدم بد اخلاق است، آدم درستی نیست، که باز ما بریم به اصطلاح او را بگیر نتیم خونه میشه. این منظور ما این نقطه است که ما باید حقایق را بشناسیم و در جایی که او معروف باشه که امر میکنه، باز ما اطاعت بکنیم. مسئله دیگر اجرای وظیفه امر معروف و نهی از منکر است. یکی از بنیادهای، یکی از مبادی نظام سیاسی اسلام همین نقطه مهم است. کدام؟ اجرای وظیفه امر معروف
و نهی از منکر. این بسیار زیاد مهم است. به این معنا که در نظام سیاسی اسلام وظیفه نظامی است که امر به خوبی ها بکنه و منع از بدی ها بکنه. نظام سیاسی اسلام وظیفه‌اش امر به خوبی ها و منع کردن از بدی ها و زشتی هاست. در این مورد قرآن کریم می‌فرماید که کنتم خیر امتی اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. شما بهترین امت هستید، شما بهترین امت هستید و برای رهبری دنیا فرستاده شدید، برای دیگه مردم فرستاده شدید که امر به خوبی ها بکنید و منع از بدی ها بکنید. در جای دیگری قرآن می فرماید که ولتکم منکم امتا یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. حتما از شما باید امتی باشد، در میان شما گروهی باشد، جریانی باشد، جماعتی باشد که امر به خوبی ها بکنه، امر به نیکی ها بکنه و منع از بدی ها بکنه. ولتکم منکم امه یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. این باید وجود داشته باشد. چرا؟ به خاطر اینکه بهترین در میان مبادا یک روزی به سر امت اسلامی بیاید که در این امت افرادی نباشند که خیرشان به دیگران نرسد، افرادی نباشند که اوج به اصطلاح خیرشان به دیگران نرسد. نه، باید کاملا خیرشان به دیگران برسد و هر زمانی که در این امت فضای آمد که امر به خوبی ها از بین رفت، منع کردن از بدی ها از بین رفت، باز از سر زمین که زیر زمین برای مردم خوب است. چرا؟ سر زمین کاملا با فساد آلوده میشه. از او خاطر باید یک جریانی، یک جماعتی، یک گروهی باید باشه در میان مسلمان ها و این کار نظام باید بکنه. چرا؟ به خاطر کار مردم خود یک گفتن است، یک توصیه است. اما اگر نظام نباشه، باز جلو انسان شرابیده کی بگیره؟ انسان قمارباز کی بگیره؟ انسان های اختطافچی جلوشان کی بگیره؟ انسان های رهزن هم جلوشان کی بگیره؟ اینا یکی گفتن است، یکی باز امر معروف، گاهی یکی همیست که اول بر مردم میفهمونه که قمار کار خوب نیست، زنا کار خوب نیست، فساد کار خوب نیست. باز اگر اینا با او مرتکب شدن، باز جلوشان میگیره. چرا؟ به خاطر از اینکه باز اینا به یک استخوان سیاه شده میمانند. وقتی که استخوان انسان سیاه میشه، پیش دکتر که میگه، باز دکتر میگه که باید قطع شه. چرا؟ به خاطر این سیاهی آرام آرام به سایر اعضای بدنت میرسه و امکان داره که همه بدن فلج بکنه. از این خاطر میبینیم که نظر دکتر و طبیب حاضر قیم میشه که باید قطع شه. دست قطع میکنه، تشکری هم از پیشش بکو، حق زحمه هم برش بده، پولش هم برش بده و راضی هم باش و برو و خوشحال هم باش که یک کار خوب به حقت کرده که کلکت قطع کرده به خاطر که تو شکر داشت، یک روی قطع نمیکرد، او سیاه شدگی آرام آرام تا به ساعت تا به شانه میرسه، ممکن بود که مکمل دست از بین برده میشه. حالا خواهی یک نوک پنجه تگرید، یعنی می دقیقا یعنی منکرات به سیاهی های استخوان یک پیکر اجتماع میمانه که اگر جنبش گرفته نشه، اگر در برابرش یک قدرت استفاده نشه، نمیشه. چرا؟ وظیفه دولت امر معروف است، توسط یک نهادی کار میکنه، توسط اکادمی های علوم خودی کار میکنه، توسط ساحات اکادمیک خود پانتون های کار میکنه، توسط مکاتب معلمین کار میکنه، توسط این سایر بخش هایی که در این مورد بخش های فرهنگی فعال داره، در این مورد کار رسانه هایش کار میکنن، همه با خوبی امر میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه اطاعت در معروف معنایش همیست که ببخشن اجرای امر به معروف معنایش همیست. یکی از دانشمندا اتفاقا سید جمال الدین افغان رحمت الله علیه از بزرگای اسلام است. سید جمال الدین بزرگ رحمت الله علیه میفرماید که میگه هرگاه سه قدرت یک جا شد، خیلی از مشکلات حل میشه در جامعه. یک، علم عالم. دو، ثروت تجار یا اهل خیر. و سوم، زور حاکم. این سه چیز یک جا شود. عالم علمش در خدمت مردم بگذاره، امر به خوبی ها و نیکی ها بکنه، جامعه را در روشنایی قرار بده، اهل خیر زمینیش مساعد بکنه، مصرفش بده. و عالم خود از خود نمیتونه که همه مصارف بکنه. و همین رقم دولت حمایت سیاسی بکنه، با تمامی قدرت در پهلوش استفاده شود و بگه که هر کس که از این اوامر و نواهی سرپیچی کرد، باز مورد بازخواست قرار میگیره. باز میبینید که در اون جامعه چگونه امنیت میاد، چگونه صلح میاد، چگونه همزیستی میاد و اون جامعه آرام آرام
به طرف خیر و خوبی و اینها در حرکت می شود. بنان اجرای وظیفه امر معروف و نهی از منکر که یک وجیبه شرعی است و این رمز برتری امت اسلامی است و بهترین روش برای از بین بردن منکرات در جامعه است. وقتی که دولت ها جلو منکرات نگیرن با قدرتشان، طبیعی است که افراد خیر و دعوتگرا جلو ای فساد و فحشا و بندوباری ها را گرفته نمیتونن. از این خاطر این بسیار مهم است که این مبادی باید گرفته شد. البته در کشور متاسفانه اشتباهات نظام های قبلی سیاسی یا اضافه روی هایشان از حد گذاری هایشان باعث شد که امروز وقتی که ما یک نهاد را به عنوان نهاد امر معروف و نهی از منکر مطرح میکنیم، سر صداهای بلند میشه که آهای شما دوباره مون نظام را میخواین احیا بکنین، موهای مردم را به سر سرق قیچی میکنین، زنها را شلاق میزنین. نه، امر معروف و نهی از منکر معنایش این نیست. در هیچ نهادی از زمان خلفای راشدین تا به امروز خیر از حکومت دیروز این کار صورت نگرفته. در زمان حضرت عمر زن مسئول بازار بود، شفا دختر عبدالله او مسئول بازار بود، یک زن هوشیار بیدار بود، خیلی آدم با هیبت بازار کنترل میکرد، کسی گران فروشی نکنه، احتکار نکنه و امین رقم غل و غش نکنه، فریب نده مردم را، دوکه نکنه. او مسئول بازار تجاری که از کشورهای مختلف میاد، تو از کشور عربی او میشناختشان. امین رقم مثلا از تو عمر آمد که یک زن گدایی میکنه، پرسان که چرا مادر جان؟ و من تا که جوان بودم جزیه دادم، حالا که پیر شدیم نمیتونم، مجبور هستم که تگدی بکنم. از تو عمر اشکاش ریخت و گفت چی کسی تر مجبور ساخته؟ یه بیت المال بردن، گفت تا که زنده است مکمل مصارف خودش و فامیلیاش بده و ای که تال جزیه داده به خاطر همی که باید همین مسائلش برش رسیدگی شود. زن دیگه دید که تگدی میکنه، گفت چرا مادر جان؟ گفت به خاطر که من دختری داشتم موره به شوهر دادم، از جهیزیش قصدار هستم، من گدایی میکنم که اگر موره پیدا بکنم. از تومر او رو هم برش داد و گفت که تو در خانه بمان، سن سال بلند است و کار کرده نمیتونی. هوای گرم بود و او را دعوت کرد به اسلام. در آخر او زن قبول نکرد و گفت پس از خدا معذرت خواست، گفت الهی مرا ببخشید، هدف من تحمیل نبود، استفاده از موقف نبود. خب این دعوت عادت من شده و من ایزن را گفتم که عیبش نیست که با آتش دوزخ بسوزه. به این وقت آخر عمر من یک دلسوزی کردم برش، گفتم خدایا این تحمیل ندانی که خودت گفتی که اکراه در دین نیست. یعنی این معناش این نیست که یک حکومت آمد به نام اسلام، مثلا یک جریانش افراد کرد، تفرید کرد، یا نمی فهمید یا بد می فهمید، بر صورت یک اشتباه را مرتکب شد، سر مردم به زور نماز خوان. حالا تا روز قیامت وقتی که ما دایی یک نظام اسلامی را مطرح کنیم و بگویم که یک بخش کلان یک وزارتخانه ای به نام امر معروف هست، باز ما حساسیت ایجاد بکنیم و نه حساب یامو قسمت اینطور نمیشه. مگر در دموکراسی ها گل کاشتن، آقای کرزی در مملکت گل کاشت که آقای غنی او را دسته بکنه. اگر ما بیایم نظام طالبان را باز اینمی را یدک بکشیم که بله، آقای کرزی 13 سال 50 کشور ناتو آیساف کل دنیا میجد، میلیارد ها پول به افغانستان آمد، اما تو ملت فقیر گدایگر رو بچه ها داد، اما تو فسادی که دمی 13 سال از او آمد دیگه آمده بود. افغانستان در طول تاریخ شمون قم بروکراسی و رشوت نداشت که آمد. تعصب زبانی قومی سمتی کجا بود آمد؟ حال ما همه هر جا دموکراسی هستم به دهنشان آدم بزنه خواهمون تو رزده. یا آقای دیگهش مغز متفکر آمد، گفتن که برو ای خوب گل میکنه انشاءالله. ای که آمد چی کرد؟ شما میبینید این لحظه از چی که مالیات نمیگیرن، از مصرف مالیات میگیره. ولی از خدا و دکاندار چیق میزنه که با لیاز خود تو بیایم دکان متر کنی کار اسای کو، میگه من که مالیات داده میتونی باش. هر سال که حساب دهی میکنه میگه که بودجه داخلی ما یکقدر شد، تو از مردم بزور می نان مردم گرفتی زاله، همین پولای کرت سیم کارت ها کجا میره؟ از 50 افغانی 5 روپیه میگیره، از 100 افغانی 10 روپیه میگیره. حداقل من ده هر هفته 500 افغانی مصرف دارم، من ده هر هفته 50 افغانی به حکومت میتونم، کجا میره؟ کی نمیگه برای من؟ یعنی ایده باید ما بدانیم که اجرای وظیفه امر معروف و نهی از منکر معناش همیست که یک وجیبه شرعی است و اینطور نمیشه که ما بیایم که قیاس بکنیم. یک قیاس مال فارق است. در کجای دنیا در همین قسم انتخابات مسخره بود؟ آبروی ما را به سر دنیا بردن این دو نفر. حالا قرار بود که یکتان رئیس شورای مصالحه شون، دیگتان در جایتان باقی بمانه در چوکیتان. چرا ما پولا را مصرف کردید؟ چرا ما مردم با نام
پشتون تاجیک انداختن. در فیسبوک ها با ده ها پشتون میشناسم که دشنام داده تاجیکه، با صدها تاجیکه میشناسم که دشنام داده اقوام شریف دیگر، به خاطر دو نفر آقایی که تشریفات 1 میلیون رای ارزش نداشته. خب چی این مملکت یک سال با بحران برده؟ حالا ما قیاس بکنیم خیام گل نکاشتن دیگه، حداقل از این نظام ها دیگه خو حداقل یک چیز امنیت خداش دیگه. همه قنسوانی که در این نظام ها کشته شد سال 45000 نفر، ولی از خود دمی رمضان مردم کلش با خاک و خون لوتید ملاق زد. این هم کار ساده است؟ یعنی ایتو نشه که ما نظام ها رو قیاس کنیم، ایتو نمیشه. نه، امر معروف یک حکم دینی است. زن مسلمان مکلف است امر معروف رو که نه از منکر بکنه، مرد مسلمان، دکتر مسلمان، انجینر مسلمان، حاکم مسلمان، عالم مسلمان و بالاخره از جمهور دولت اسلامی، این وظیفهشان است. خب اگر این 10 اصل ما در نظام سیاسی اسلام داشتیم، در یک نظام داشتیم، این نظام اسلامی است و به طرف خیر و خوبی و فلاح و رستگاری حرکت میکنه. تا درس دیگر باز هم شما را به الله متعال میسپارم. خدا یار و امراهتان.